مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق ضمن همراهی زائران اربعین حسینی در شهر مقدس کربلا خدمت رسانی و تأمین امنیت آنها را یک وظیفه بزرگ اخلاقی، انسانی و دینی برشمرد. دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق بامداد امروز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد که وی شب گذشته ضمن شرکت در مراسم زیارت اربعین حسینی همراه با زائران میلیونی شهر مقدس کربلا با مسئولان اداره‌های خدماتی و فرماندهان امنیتی این استان نیز نشستی برگزار کرده است. الکاظمی در نشست خود با مسئولان اداره‌های خدماتی و فرماندهان امنیتی استان کربلای معلا تأکید کرد: من افتخار می‌کنم که امروز در شهر مقدس کربلا سرزمین شهادت و ارزش‌ها هستم و توده‌های مؤمنان را می‌بینم که پی در پی به مرقد امام حسین و حضرت عباس علیهما السلام می‌آیند. الکاظمی ضمن تصریح بر اینکه خدمت رسانی به زائران، حفاظت از آنها و تسهیل نیازهایشان وظیفه هر مسئولی است گفت: این یک وظیفه بزرگ اخلاقی، انسانی و دینی می باشد. وی تأکید کرد: ما با همکاری و یک پارچگی میان ساده ترین شهروند و ارشدترین مقام در کشور نمونه ای به جهان نشان می دهیم از اینکه چگونه عراقی ها ارزش های معنوی و دینی خود را تداوم می بخشند. وی افزود: هر یک از زائران اربعین امام حسین علیه السلام همان نقشی را ایفا می کنند که نخست وزیر، استاندار، افسر و هر کارمندی ایفا می کند. آنهایی که در خیابانهای شهر مقدس کربلا هستند، الگو و رهبر ما می باشند. الکاظمی ضمن درخواست از حاضران در نشست برای مراقبت از مردم و آرزوی موفقیت برای آنها در این راه در این باره گفت: برای تماس مداوم با من در هر ساعت و به صورت شبانه روزی تا پایان زیارت اربعین حسینی یک خط مستقیم در اختیار فرمانده عملیات و استاندار قرار دادم و آماده حل و فصل هر مشکل و رفع هر گونه نقصی خواهم بود. نخست وزیر عراق در پایان نیز عنوان کرد: تکمیل موفقیت زیارت اربعین حسینی با تأمین همه وسایل نقلیه برای بازگرداندن زائران به استانهای خود مرتبط است و همه تیمهای حمل و نقل در وزارتخانه ها و ارتش برای انجام این وظیفه در حالت آماده باش قرار دارند.